حمله تند و طوفانی دوستان و همکاران نزدیک خانم گوگوش به این شاه ماهی موسیقی کشورمون. دوستان عزیز به کانال نیوستیوی خوش اومدید. لطفاً قبل از هر چیز روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله کناریش رو فشار بدید و لایک و کامنت رو فراموش نکنید. خانم گوگوش به عنوان اسطوره و شاه ماهی موسیقی کشورمون که طرفداران بسیار زیادی داره و حتی بعضن این طرفداران حاضرن برای یه لحظه در کنار گوگوش بودند، بهای چندین هزار دلاری به رها اعتمادی در پشت صحنه بپردازند که با خانم گوگوش یه عکس یادگاری بگیرن یا یه صحبت کوچیکی بکنند و در واقع همین عشق و محبت طرفداران گوگوش به او باعث سوء استفاده های مالی رها اعتمادی و همچنین دار و دسته رها در پشت صحنه از طرفداران او شده. حالا خبرهای جدیدی از رفتار خشونت آمیز گوگوش با طرفدارانش به گوش میرسه و همچنین در این بین بسیاری از دوستان صمیمی و نزدیکان قدیمی خانم گوگوش که جزء همکاران قدیمی او هم بودند از رفتار او حسابی گله‌مند و شاکی شدند. ماجرا از این قرار هست که بسیاری از طرفداران گوگوش حتی آرزوشون این هستش که بتونن بلیط کنسرت خانم گوگوش رو بگیرند و در تور خداحافظی او برای آخرین بار و برای یه بارم که شده حتی در کنسرت او شرکت بکنند و این اسطوره و شاه ماهی موسیقی کشورمون رو بتونند از دور و نزدیک ببینند. اما ماجرا به اینجا ختم میشه که بسیاری هم آرزوشون هستش که گوگوش رو از نزدیک ببینند و رها اعتمادی هم این آرزو رو برای طرفداران گوگوش برآورده میکنه، اما به شرطی و شروطها. شرط رها اعتمادی این هستش که از طریق پیج رسمی خانم گوگوش و سایتی که تعیین کرده اعلام کرده و گفته که کسانی که دلشون میخواد در پشت صحنه کنسرت های خانم گوگوش با او عکس یادگاری بگیرن یا از خانم گوگوش یه دست نوشته بگیرن یا یه امضای یادگاری بگیرن و یا حتی بعضی از طرفداران گوگوش میتونن به طور VIP با گوگوش شام میل بکنند، اما برای هر کدوم از این آپشن ها باید هزینه های سنگینی رو هم پرداخت بکنند و رها اعتمادی با این ترفند تونسته به درآمد حتی چند میلیون دلاری برسه. عده‌ای از طرفداران خانم گوگوش که از بازیگرانی بودند که از ایران به دیدار عشقشون گوگوش رفته بودند این هزینه ها رو در پشت صحنه به رها اعتمادی پرداخت کردند. حتی شنیده شده که بعضی از طرفداران خانم گوگوش چند میلیارد رو به رها اعتمادی پرداخت کردند که فقط بتونن یه چند دقیقه کنار خانم گوگوش باشن و یه شامی و در کنار خانم گوگوش بخورند و در واقع رها هم به گوگوش گفته که خب بابتش پول خوبی میدن و تو هم باید این کار رو انجام بدی و از اونجایی که خانم گوگوش تمام برنامه هاش رو به دست رها اعتمادی سپرده و هرچی که رها بگه خانم گوگوش همون کار رو انجام میده، بنابراین در برابر خواسته های رها اعتمادی تسلیم شده و خب این میدون خیلی خوبی هستش که رها اعتمادی از این طریق تونسته به ثروت عظیمی به طور غیر مستقیم از اجرای کنسرت های گوگوش دست پیدا بکنه و خب ثروت غیر مستقیمی رو به جز کنسرت گوگوش به دست بیاره. خب جالبه بدونید که بسیاری از طرفداران خانم گوگوش هم از دوستان و همکاران قدیمی ایشون هستند. عده‌ای از طرفداران خانم گوگوش هم از شهره، مارتیک و حتی شمایزاده و شهرام شپره که از دوستان قدیمی خانم گوگوش بودند به شدت این روزها از خانم گوگوش گله‌مند هستند و حتی اعلام کردند و گفتند واقعیت ماجرای تور خداحافظی گوگوش رو ما میدونیم چیه، اما متاسفانه خانم گوگوش همچون الی
میخواد از اعتماد طرفدارانش سوء استفاده بکنه. کاری که ما نتونستیم انجام بدیم. تیکه سنگین شهرام شپره به گوگوش در یکی از مصاحبه هاش همه رو شوکه کرد و حتی آقای شهرام شپره ازدواج رها اعتمادی با خانم گوگوش رو سریعا تکذیب کرد و اعلام کرد و گفت واقعیت ماجرا این بود که من و گوگوش رابطه خیلی خوبی با هم داشتیم و داریم و او در ملاقات و در تماسی که با من داشت به من اعلام کرد و گفت واقعیتش این هستش که من مدتی هستش که به طور رسمی و قانونی با رها ازدواج رسمی کردم و از این اتفاق خیلی خوشحال هستم و ازدواج با اون خیلی حالمو بهتر کرده. و اما شهرام شپره در ادامه مصاحبهش گفت وقتی گوگوش این حرفو زد خیلی جا خوردم، ولی خب از اینکه حال او با این ازدواج خوبه و اون حالش بهتر و خوشحالتره منم خوشحال شدم. اما یه چیز برای من جای تأسف داره و اینه که گوگوشی که این همه عظمت و شکوه و جلال داره چرا باید مدیریت زندگیش و برنامه‌هاش رو به دست یک جوان ناکارآمد بسپره، در حالی که منی که شهرام شپره بودم ازش مدت‌ها بود که قول گرفته بودم و بهش پیشنهاد داده بودم بیا با هم یک کنسرت مشترک برگزار بکنیم و با هم دیگه فیت داشته باشیم، گوگوش قبول نکرد و حتی آقای شهرام شپره سر همین قضیه از خانم گوگوش دلخور بود و خانم شهره هم که مدتی قبل اعلام کرد و گفت واقعا گوگوش خیلی خودخواه و مغرور شده، او در بسیاری از مناسبت‌ها و مراسم‌ها و حتی مجالس ختم هنرمندان هم شرکت نمی‌کنه، بلکه یک پیام تسلیت هم برای بازماندگان این هنرمندان ارسال نمی‌کنه و واقعا خودخواهی رو دیگه تموم کرده و خودش رو تافته جدا بافته می‌دونه. دوستان عزیز، نظر شما چیه؟ آیا به نظر شما خانم گوگوش واقعا خودش رو تافته جدا بافته میدونه؟ آیا به نظر شما خانم گوگوش مستحق این همه اعتماد طرفدارانش هست و باید رها اعتمادی به این شکل از طرفداران خانم گوگوش سوء استفاده های مالی شدید و کلاهبرداری بکنه؟ لطفا نظراتتون رو راجع به این قضیه در قسمت کامنت ها برامون بنویسید و لطفا لینک این ویدیو رو در فیسبوک و توییتر در گروه های ایرانیان و فارسی زبانان کشورهای آمریکا، استرالیا، کانادا، بلژیک، آلمان، سوئیس، دانمارک، نروژ و سایر کشورها و شهرهای مختلفشون لطفا شیر بکنید و در قسمت سرچ یوتیوب نام کانال نیوز تیوی رو سرچ بکنید، وارد کانالمون بشید، ویدیوهای قبلیمون رو ببینید، لایک کنید برای دوستانتون حتما و لطفا شیر بکنید. ممنون که با ما همراه بودید. تا یک ویدیوی دیگه، شب و روز بر شما عزیزان خوش.